برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آستان مقدس علوی از زیارت حرم مطهر و منور مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام توسط بیش از 2 میلیون زائر و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در روز عید سعید مبعث خبر داد. این آستان همچنین اعلام کرد این 2 میلیون نفر از داخل و خارج کشور عراق بودند و شب گذشته با برگزاری مراسم اختتامیه برنامه سال روز عید سعید مبعث در حرم مطهر علوی این برنامه رسما پایان یافت. منابع رسانه‌ای در کابل پایتخت افغانستان روز گذشته یک شنبه از ویران شدن دست کم 20 خانه در مناطق مختلف این کشور به دلیل وقوع سیل و بهمن خبر دادند. به گفته این منابع تعدادی از خانه‌ها هم به طور کامل تخریب نشدند اما آسیب دیده و خسارت‌های مالی به آنها وارد شد. تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها نیز از خانه و کاشانه خود آواره شدند. 28 رجب الاصب سال روز حرکت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان از مدینه منوره به مکه مکرمه و پس از آن به سمت شهر مقدس کربلا است. در روایت ها آمده که امام حسین علیه السلام قبل از حرکت از مدینه منوره به زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و همچنین مادر گرامی خود یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها و برادر عزیزشان امام حسن علیه السلام مشرف شدند و پس از شکایت از اهالی آنجا سفر خود را شبانه آغاز کردند. حمزه یوسف 37 ساله وزیر بهداشت اسکاتلند کاندیدای نخست وزیری این کشور شد. اسکاتلند یکی از 4 بخش تشکیل دهنده بریتانیا است. اگر او بتواند نخست وزیر شود، اولین نخست وزیر مسلمان و شهروند پاکستانی تباری است که به این سمت میرسد. والدین او در دهه 60 میلادی به بریتانیا مهاجرت کردند. پدرش پاکستانی و مادرش اهل کنیا در قاره آفریقا است. رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که افغانستان با اعلام اینکه طرف پاکستانی به تعهدات خود عمل نکرده، گذرگاه مرزی تورخم به عنوان پرترددترین پایانه مرزی مشترک دو کشور را بست. دولت موقت طالبان در کابل به نوع تعهدات اسلام آباد اشاره ای نکرد و با این حال به بستن مرز خود با پاکستان برای تمامی ترددهای عموم و فعالیت‌های تجاری تصمیم گرفت. روزنامه اکسپرس انگلستان خبر از نتایج یک مطالعه پزشکی داده که حکایت از این می‌کند که در بیش از 59% از مبتلایان ویروس کووید آسیب اعضای بدن حداقل 1 سال پس از بروز علائم اولیه کرونا طول می‌کشد. در این تحقیقات تقریباً بخش عظیمی از این موضوع که ویروس کووید 19 بلافاصله پس از عفونت اولیه چگونه بر بدن انسان تأثیر می‌گذارد مشخص شده است. اعضای انجمن جوانان مسلمان در ولورهمپتون انگلیس طرح درختکاری را با هدف بکارگیری آموزه‌های اسلامی در حفاظت از محیط زیست اجرایی کردند. اعضای جوان با پیوستن به سایر افراد جامعه در یک ابتکار زیست محیطی توسط شورای ولورهمپتون به کاشت 500 درخت در اطراف پارک کمک کردند. مرکز اسلامی پلیموس معروف به مسجد تقوی در انگلیس درهای خود را برای کمک رسانی به افرادی که از عهده هزینه‌های زندگی خود بر نمی آیند باز کرده است. محمد مغنی مدیر مرکز اسلامی پلیموس می گوید که این مرکز پیشرو در ارائه خدمات اجتماعی در مواقع بحرانی است و اکنون برای کمک به شهروندانی که با هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می کنند قدم برداشته است.